به نام نامی دوست که هرچه داریم از لطف و عنایت اوست. سلام و درود و خدمت تک تک شما بینندگان عالی قدر برنامه روشنا. امید که یکی دیگر از صبح‌های خزانی را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. امروز هم در خدمتتون هستیم از طریق برنامه روشنا و امروز قرار است راجع به حقوق تربیتی کودک در خانواده صحبت کنیم. همون رقم که ما و شما در جریان هستیم، کودکان به عنوان آینده سازان و سرمایه اصلی هر جامعه و به خصوص سرمایه های خانواده ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و اینکه چطور اونا را تربیت میکنیم و در مسیر تربیت اونها گام برمیداریم یک مسئله بسیار مهم است که علاوه بر والدین، مسئولین جامعه هم به او توجه ویژه ای دارند. امروز راجع به همین موضوع با هم صحبت میکنیم با کارشناس محترم برنامه، خانم عالمی. سلام خانم عالمی، خوش آمدیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم و همه بینندگان محترم. انشالله که جور و صحتمند باشم و انشالله که بتوانیم امروز اطلاعات مفید رو در اختیار بینندگان محترم قرار بدیم. بله حتما انشالله. و خانم عالمی، گفتیم که راجع به حقوق تربیتی کودک صحبت میکنیم، همون رقم که ما و شما در جریان هستیم، هر حقوق در برابر خود یک سری تکالیفی را هم داره و اینکه کودک برگردن ما حق تربیتی داره به این معناست که والدین یک سری تکالیفی را در این زمینه بر عهده دارن و برای آگاهی از او تکالیف ما این برنامه را تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میکنیم همراه با خانم عالمی بزرگوار. در ابتدا برای ما بگید خانم عالمی که کودک از نظر قوانین به چه کسی گفته میشه؟ ما به چه کسی میگیم کودک در اسلام و یا در قوانین چه تعریفی؟ بله خب کودک ما اونجوری که ما انشالله بخواییم در برنامه خب حاضرمون، چون قرار هست حقوق تربیتی کودک بررسی بشه در حوزه خانواده، انشالله در سه حوزه ما بررسی خواهیم کرد. یکی در حوزه اسلام، خب چون دین ما دین اسلام هست و ما باید بدونیم که بیشتر منابع حقوقی ما خب اسلام گرفته میشه، که در اسلام این حقوق چه نظری داره، چه دیدگاهی داره. و بعد میاییم داخل قوانین داخلی افغانستان بررسی میکنیم و از او پس خب اسناد بین الملل مورد بحث و بررسی قرار میره، چرا که ما خب میبینیم امروز اسناد بین الملل و اسنادهایی که بین المللی هستن، میثاقها، اینها جزء منابع معتبر حقوقی ما هستن و واقعا هم در بسیاری از راه جواب برای ما راهگشا بوده دقیقا. در بحث مباحث حقوقی خب کودک ما در اصل اسلام شروع میکنیم که اصلا نظر اسلام در مورد حقوق کودک چی هست. خب اسلام کودک رو تقسیم بندی کرده، این ما اگه بخوایم وارد این باشیم که خب دقیقاً اسلام چه سنی را تعیین کرده، خب سن خاصی را تعیین نکرده. همونطور که خب شما میدونید که در بین مذاهب اسلامی خب تفاوت هست، بین اختلاف نظر وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، هم در بین خود همین اهل سنت و حتی بین خود اهل سنت هم کسانی هستن که مثلا حنفی ها با حنبلی ها اینها اختلاف نظر دارن. در بین شیعه هم همینطور است، در بین خود شیعه هم یک نظر قطعی هم نیست که بگن که خب چه سنی را بهش میگن که خب یک فرد کودک شما را حساب میشن. ولیکن خب اتفاق نظر بیشتر فقهای اهل سنت برای دختر سن 16 سال و برای بچه سن 18 سال را در نظر دارم و فقهای شیعه هم که خب مشخص است که همون سن تکلیفی که خب سن بلوغ هست همون را در نظر دارن که میگن خب دختر سن 9 سال و بچه سن 15 سال کامل قمری هسته که اینها از قمری محسوب میشه. یعنی تا قبل از این سنین به او میگن طفل به یک فرد و به محض اینکه به این سن رسید یا به همون سن بلوغ رسید دیگه از او به بعد در حیطه کودکان نمیره دیگه. دیگه نخیر دیگه به اینها، این نظر اسلام هسته. بله. خب باز هم ما میگیم خب در بین فقها هم، یعنی ما در بین فقهای اهل سنت خودمون و در بین فقهای شیعه هم همچنان اختلاف نظر وجود داره، که همطور خب ما میگیم مخصوصا در بین بحث سن تکلیف
دختر و بچه که پیش میاد خب بین افراد اختلاف نظر هست، ولی خب نظر مشهور همین ها هست که خدمت شما گفته شد. بله ممنون. و وارد قانون داخلی افغانستان میشیم. خب ما در افغانستان به لحاظ خب این مذاهب مختلفی که در افغانستان وجود داره، قوانین هم و اختلاف نظرها هم قطعا بیشتر هسته. در قانون مدنی افغانستان همون نظر غالبه، چون خب شما همطور که میدونید که مذهب رسمی افغانستان مذهب حنفی هسته. بله. و بیشتر خب قوانین افغانستان مخصوصا خب قانون مدنی افغانستان اینها از مطابق با مذهب حنفی، فقه مذهب حنفی نگاشته شده. و خب فقه مذهب حنفی هم همین نظر را داره که میگه بچه ده 18 سال و دختر ده 16 سال سن قانونی هستش برای اهلیت ازدواج هست. خب همین را میار قرار دادن برای مرز بین کودکی و بزرگسالی. درست است. بله. و خب نظر قانون مدنی هستم و ما یه خب یک قانون دیگه هم داریم به اسم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال. درسته. خب یک خوبی خب کشور ما همی هست خانم قاسم عزیز، میبینید که ما در کوچکترین مسائل یک قانون داریم. درسته. از لحاظ قانون گذاری بسیار واقعا پیشتاز بودن. بله. قوانین بسیار خوب بسیار و خیلی قوانین بسیار خوبی داره که انشالله یک روزی بشه که افغانستان ما در یک مرحله قرار بگیره که قوانین بسیار خوب اینها اجرا و عملی بشه در کشور ما. بله. قانون ماده 4 قانون رسیدگی به تخلف اطفال اینجا میاد کودک را تقسیم بندی میکنن. اینطور نیست که بگه مثل قانون مدنی بگه که خب 16 سال برای دختر و 18 سال برای بچه. اینجا اومده تقسیم بندی میکنه، میگه که یک کودک غیر ممیز هست که قبل از 7 سال هست، یعنی کودک از زمان ولاد تا زمان 7 سالگی غیر ممیز هست، این داره قدرت تشخیص نیست. و یک کودک ممیز هست که بین 7 سال تا 12 سال هست، یعنی 12 سال خودش را تکمیل نمی کنه. خب کودک ممیز و غیر ممیز رو هم که خب قطعا بینندگان محترم میتونن که اگر بگین ممنون میشه. بله. کودک ممیز کودکی هست که خب قدرت تشخیص داره، این میتونه که خوب و بد را از هم تشخیص بده و در یک جاهای نفع و ضرر را میتونه اینها را از هم دیگه میتونه تشخیص بده. ولی کودک غیر ممیز خب قادر به تشخیص خوبی از بدی نیستن. و اینجا خب قانون رسیدگی به تخلف اطفال اینجا خب چون بحث برمیگرده به سر مسئولیت اطفال، برای همین اینها را خیلی جزئی اومده بررسی کرده و گفته که خب کجا ممیز هست و کجا غیر ممیز. بنابراین اطفال تا زمان 7 سالگی، یعنی تا نرسیدن به 7 سالگی، یعنی 6 سال کامل میشه غیر ممیز، از 6 سال کامل تا 11 سال کامل، یعنی قبل از رسیدن به سن 12 سالگی اینها میشه غیر ممیز. بله. و از اون به بعد از 12 سال تا 18 سال را بهش میگن کودک نوجوان، یعنی بین 12 سال تا 18 سال را نوجوان میگن. و خب چرا اصلا ما میخواییم خب اینها رو بدونیم که اصلا شاید بینندگان محترم میگه خب برای ما چه ضرورت داره که بدونیم که یک کودک ممیز چی هست و غیر ممیز هست، نوجوان اینها چه ضرورت داره که ما سن اینها رو بدونیم. قطعا یکی از ضرورت‌های مثلا جامعه ما، مردم ما در جامعه ای هست که نسبت به قوانین آگاهی و اطلاعات داشته باشن. بله. چرا که تا زمانی که آگاهی نداشته باشن ممکن هست در جامعه واقعا به مشکل برخورن. یعنی اگر بدانن که کودک ممیز خب به چه کودکی اطلاق میشه، کودک غیر ممیز به چه کودکی اطلاق میشه، در هم در مباحث تربیتی اونها قطعا روش و سبکشون اینها دارای سبک و روش خواهند بود و هم در اینکه خب نسبت به اون تکلیفی که نسبت به اون فرزندان خودشون دارن، خب نسبت به مسئولیت هایی که اونها دارن دقت نظر بیشتر خواهند داشت. وقتی مخصوصا پای مسئولیت که میآید، خب میبینید که یک طفلی که ممیز هست خب شاید نسبت به در قانون برای او یک مسئولیتی ایجاد بشه اگر دچار تخلف بشه، یا یک طفلی که غیر ممیز هستن. خب اگر این آگاهی در بین مردم وجود داشته باشه و تمام مردم ما نسبت به اونها آگاهی داشته باشن، بسیاری از تخلفات اطفال اصلا از اونها
پیشگیری به عمل می آیم. بله، واقعا بسیار مهم و ضروری می باشه این. بله، ممنون از شما. و راجع به تعریف کودک برمان گفتیم که می خواهیم راجع به حقوق تربیتی صحبت کنیم. این که حقوق تربیتی چی هست خیلی کوتاه اگه بر ما توضیح بدیم ممنون میشیم از شما. بله، خب حقوق تربیتی حقوقی هست که به مجموعی از حقوق اطلاق میشه که ناظر به تربیت کودک میباشه. یعنی کودکان برای اینکه تربیت پیدا کنن و پرورش پیدا کنن و رشد پیدا کنن، این حقوق میایه حمایت میکنه و اونها را هدایت میکنه و تقریبا میشه گفت که مصادیقی از حقوق را شامل میشه که مربوط میشه به تربیت کودکان. خب ما چون میتونیم برای قوانین بگیم؟ بله، یک سری قوانین که مربوط میشه به تربیت کودک یا نه فرق داره باز با حقوق؟ چرا اینها جزو، خب همونطور که شما خب به اطلاع دارین یک سری قوانینی هست ما در اسناد بین الملل هم داریم. یکی قانون کنوانسیون حقوق کودک هست که در 1989 به تصویب رسیده. خب اولین نسخهش در 1959 به تصویب رسید و نسخه دومش در 1989 به تصویب رسید. و این تقریبا میشه گفت که قانون معیار هست که خب بعد از هو در کشورها، خب اینها اومدن، خب تقریبا میشه گفت بعضی از کشورها برای خودشون، مخصوصا کشورهایی که به این کنوانسیون پیوستن، خودشون هم مطابق با اون فرهنگ خودشون یک سری قوانین را برای کودکان در همون راستا تنظیم کردن، در داخل خودشون اینها اومدن تنظیم کردن. سپاسگزارم از شما خانم معلمی بزرگوار و از همراهی شما بینندگان عزیز که ما را در برنامه روشن‌ها همیشه همراه بودین. بریم یک میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم. خوش آمدیم به ادامه برنامه روشن‌ها. امروز راجع به حقوق تربیتی کودک با هم صحبت میکنیم و خانم عالمی کارشناس محترم برنامه با ما هستن. تا اینجای برنامه راجع به تعریف حقوق با ما صحبت کردن، حقوق تربیتی و اینکه کودک به چه کسی میگه. خب برمیگردیم به ادامه بحث خانم عالمی. چون میخوایم راجع به حقوق تربیتی کودک صحبت کنیم، ضرورت آشنایی با این حقوق و این مسئله رو بر ما بگین که چه اهمیتی داره که ما راجع به حقوق تربیتی کودک چیزهای بدانیم و با او آشنا باشیم. به هر حال ما قانونگذار نیستیم، شاید به قول شما سوال برای بینندگان محترم پیش بیاید که خب آشنایی با این قوانین و حقوق چه ضرورتی بر ما داره و چه لزوم است که ما از این موارد آشنایی پیدا کنیم یا آگاهی داشته باشیم. راجع به این بر ما بگین که به اهمیت مسئله در واقع درک ما بیشتر بشه. ممنون. بله، خب قطعا بحث حقوق کودک یکی از مباحثی هست که بسیار مهم هست، چرا که خود کودک بسیار مهمی هست. اصلا شما وقتی که تصور میکنین که در مورد یک موجودی میخواییم صحبت کنیم که قرار هست آینده یک جامعه را بسازم، یعنی کودکان در هر جامعه اینها سرمایه های آینده همون جامعه هستند. شما اگر میبینید افرادی که در یک جامعه، یک فردی هست که بسیار موفق هست یا بسیار مفید هست در هر عرصه ای، و یا بالعکس شما افرادی رو میبینید که مشاهده میکنید که اینها بسیار در جامعه موجبات ضرر و زیان یک جامعه را فراهم میکنن، اینها کودکان دیروز بودند که خب به نحو درستی تربیت نشدند.
بله. خب و امروز شدن همون جامعه ما را تشکیل دادن، جامعه را تشکیل دادن، خب شدن افراد بزرگسالی که یا مفید هستن برای جامعه خوشان و یا مضر هستن. دقیقاً. بنابراین میشه گفت که کودکان خب واقعا سرمایه های یک جامعه هستن. از این نظر واقعا مهم هست که ما بدونیم که در زمینه کودک چه در هر زمینه، چه در تربیت کودک، چه در زمینه حقوق کودکان و چه در زمینه آموزش، در هر زمینه اگر از حقوق از کودکان بخوایم در فعالیت داشته باشیم و اونها نسبت به اونها آگاهی داشته باشیم، واقعا باز هم میطلبه که ما همچنان روی این افراد سرمایه گذاری کنیم. دقیقاً. بله. و از طرفی هم خب کودکان خب میدونین که موجوداتی هستن که بسیار نسبت به حقوقشون خب ضعیف هستن، یعنی در آشنایی ندارن، نه آشنایی دارن، و اگر هم آشنایی داشته باشن به لحاظ اون خب اینها از قدرت جسمی خب زیاد برخوردار نیستن، نه از قدرت جسمی و نه به لحاظ موقعیت در موقعیت نیستن که حقوق خودشون رو استیفا کنن. یعنی یک کودک نمیتونه خودش حق خودش رو استیفا کنه به تنهایی به راحتی، و این واقعا ضرورت میطلبه که ما نسبت به حقوق اینها آگاه باشیم. گرچه خب ما یک دیدگاه سنتی که خب نسبت به قبل به کودکان داشته این بوده که خب از کودک فقط باید به اونون یک موجود ضعیف صرفا حمایت بشه. ولی خب امروز اینطوری نیست. امروز خب شما میبینید که تمامی مسائل در دنیا امروز به صورت قانون و حقوق نوشته شده، یعنی یک چیزی هست که باید همیشه ثبت باشه، ضبط باشه، اگر قانونی هست، اگر حقی هست، اینها همه باید به صورت رسمی و مکتوب ثبت و ضبط باشه. بله. واقعا به رسمیت شناختن حقوق کودکان نسبت به سابق یه حالت دیگه رو گرفته که به این صورت که کودکان از یک حقوقی برخوردار هستن که این حقوق باید برای اونها محترم شمارده بشه و حقوق برای اونها به رسمیت شناخته بشه. اینطور نباشه که فقط به اونون یک موجودات ضعیف تحت حمایت والدین خودشون یا مربیان خودشون باشن. این حق اونها در هر جایی که قرار دارن، در هر زمینه‌ای که باشه، چه حقوق تربیتی باشه، چه حقوق فرهنگی باشه، چه حقوق سیاسی، یعنی در هر بعدی این حقوق باید که محترم شمرده باشه و باید با حساسیت خاصی فکر میکنم با اون تمرکز صورت بگیره و دیده بشه و عمل بشه. به خاطری که همون هم که شما گفتین کودکان اولا که حق گرفتنی است و دادنی نیست، و از اون طرف هم کودکان یک موجودات حالا از نظر جسمی و یا حتی از نظر تشخیصی و عقلی به اون مرحله نرسیدن که بتونن خودشان حقشان رو بگیرن. پس این وظیفه والدین و مسئول جامعه هست که این حقوق را برای کودکان عطا بکنن. خب بیان برای ما بگین خانم معلم که چه حقوقی دارن از نظر تربیتی کودکان بر والدین و همچنین بر جامعه؟ بله، حقوق تربیتی کودکان خب اون چیزی که ما خب انشاءالله بحث خواهیم کرد، حقوقی هست خب در برای کودکان خب قطعا حقوق زیادی، هم اسناد بین الملل و هم بله. قوانین داخلی کشور ما و هم دین مبین اسلام که کامل ترین دین هست و ما واقعا برای این اعتقاد هستیم که تمامی حقوق رو تمام و کمال و با توجه به شناخت افراد به رسمیت میشناسه، برای کودکان حقوق بسیار در نظر گرفته میشه. اما اونجوری که ما میخوایم برش بحث کنیم، حقوقی هستش که ناظر به تربیت کودکان هست. یعنی اگر این حق در برای کودک استیفا بشه، اگر این حق برای کودک در نظر گرفته میشه و به رسمیت شناخته میشه، در راستای تربیت کودک هست. ما یک حقوقی داریم که در بین تمامی بشر عام هست، یعنی مثل حق حیات، مثل حق سلامت، اینها جز حقوقی هستن که تمامی افراد خب باید از اون برخوردار باشن و نسبت به تمامی افراد یکسان هست، چه حالا کودک باشه چه بزرگسال باشه، همه باید حق حیات داشته باشن، حق اینها، همه اینها برمیگرده یه سری حقوق عمومی هست. اما یک سری حقوق هست که میایه به تربیت کودکان بسیار تأثیر میگذاره، مثل حق آموزش. شما تصور داشته باشین که حق آموزش
به چه نحوی باشه. یعنی حق آموزش یک حقی هست که هم برای بزرگسالان در نظر گرفته میشه، هم برای اطفال و کودکان. اما چرا برای اطفال و کودکان از حساسیت بیشتر برخورد هستن؟ برای که اطفال و کودکان در یک دوره از زندگی قرار میگیرن که اینها داره ظرفیت های بسیار زیادی برای رشد و تکامل دارن. اینها در برای اینکه رشد پیدا کنن، برای اینکه پرورش پیدا کنن، برای اینکه پیشرفت پیدا کنن، ظرفیت های وجودی خیلی زیاد دارن و حق آموزش میتونه کمک کننده و بسیار تأثیر بگذاره در راستای تربیت کودک. تا اینکه بخوایم ما بگیم که خب حق آموزش یک حقی هست که یک شخص بزرگسال رو بخواد تربیت کنم، بله میتونه برای یک شخص بزرگسال تربیت کننده باشه، سازنده باشه، اما قطعاً چون شخصیت یک فرد و حتی آینده یک شخص در دوران کودکی شکل میگیره، این حقوق حق آموزش اگر در دوران کودکی استیفا بشه و محترم شمرده بشه، قطعا بر روند تربیت کودک تأثیر بیشتری دارن، بله؟ تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت انشاءالله. پس حق آموزش به عنوان اولین و مهمترین حقی که حق تربیتی کودک هست که باید با او توجه بشه. حالا اینکه کودک در چه زمینه‌های آموزش باید ببینه و چه استعدادهای از او باید شکوفا بشه، باز برمیگرده به خود والدین و شناختی که اونها از کودک دارن، از کودک خود دارن که در چه زمینه حالا استعداد داره، علاقمندی داره و باید استعدادش شکوفا بشه و تلاش برای مساعد ساختن زمینه برای رشد شکوفایی کودکان را تحت عنوان حق آموزش می‌نامیم به نظر من که میتونه بسیار مهم باشه برای آینده یک کشور و یک جامعه. ممنونیم از شما. یک فضای امن و فضای مورد اعتمادی که میتونم برای کودکان حق آموزش را در واقع به رسمیت بشناسه جز حقوق اولیه کودکان است. میشنویم دیگر حقی که برمیگرده به حقوق تربیتی کودکان چی میتونه باشه؟ بله خب حق تربیتی جز حق آموزش جز یکی از گفتیم حقوق اساسی کودکان هست. بله خب در کنار حق آموزش ما حقوق دیگری هم برای کودکان قائل هستیم. یکی دیگر از این حقوقی که خب شاید میشه گفت که در اسلام بسیار بر اون تأکید شده، یعنی ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم دوران حقوق کودکان را قبل از اینکه خب ما البته باید وارد میشدیم، قبل از اینکه بخوایم کودک را خب همطور که تعریف کردیم گفتیم کودک در اسلام چطور تعریف میشه در قانون داخلی، کودک از سن از زمانی که متولد میشه تا سن 18 سال خب در قانون بهش گفتیم کودک گفته میشه برای بچه و برای دختر تا 16 سال. و خب اسلام همونطور که میدونین اون حتی تا قبل از تولد کودک را هم برایش حقوق قائل هست، یعنی کودک را در زمانی که در رحم مادر هست و یک جنین هست و هنوز متولد نشده، یعنی هنوز مشخص نیست که این جنین زنده به دنیا بیایه یا نه، اما تا زمانی که در رحم مادر میتونه تنفس کنه این هم حقوقش را به رسمیت شناخته. همونطور که خب در مباحث دیات و ارث ما خب در اسلام بسیار میبینیم که بعد در بحث دیه و ارث اگر کودک از یک ماهای خاصی بگذره، خب این اگر اتفاقی برای او بیفته یا در موقعیت خاصی میتونه حتی ارث هم ببره یک جنین. و این نشان دهنده این هست که ما در اسلام کودک را میتونیم بگیم که حقوق تربیتی کودک قبل از تولد و حقوق تربیتی کودک را به بعد از تولد میتونیم تقسیم بندی کنیم. واقعا این تقسیم بندی یک تقسیم بندی بسیار عادلانه هست که متاسفانه ما خب میبینیم که در اسناد حقوق بین الملل به اون اصلا توجهی نشده. چرا که کودک تا زمانی که در رحم مادر هم هست و هنوز متولد نشده اونجا یک موجود زنده به شمار میایم و واقعا یک حقوقی رو داره، یعنی تا زمانی که قبل از اینکه متولد هم بشه یک حقوقی را داره برگردن والدین خودش، نه فقط صرفا مادر که کودک را حمل میکنه، حتی پدر هم که به عنوان پدر این کودک شمرده میشه او هم یک حقی را نسبت به این یک تکالیف را وظایف را نسبت به جنین داره و این حقوق برمیگرده مال قبل از تولد کودک.
که اینها شامل میشه به این که خب مادر به طور مثال سن مادر یکی از حقوقی که قبل از تولد کودک این کودک داره برای پدر و مادرش بحث سن مادر هست. اجازه بدین که این مبحث بعد از میان برنامه بگیم برای بینندگان عزیز. ممنونم که ما رو همراهی میکنین. برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز روشنا. راجع به حقوق تربیتی کودک در خانواده صحبت میکنیم و منتظر نظرات شما هستیم از طریق پل ارتباطی که زیرنویس میشه در برنامه. میتونید با ما ارتباط برقرار کنین و نظرات خود راجع به برنامه بر ما حتما بگین. منتظر نظرات سازنده شما هستیم. برگردیم به ادامه بحث. بریم سراغ اسناد بین المللی خانم عالمی و خب گفتیم که از ابتدای برنامه قرار است که راجع به حقوق تربیتی کودک صحبت کنیم و اینکه در اسلام، در قوانین داخلی کشور ما افغانستان و همچنین در اسناد بین المللی چه حقوقی کودکان دارند. در ابتدا ما حقوق تعریف کودک داشتیم در قوانین داخلی افغانستان و در اسلام این تعریف را از نظر اسناد بین المللی برای این که در اسناد بین المللی به چه کسی کودک میگیم و چه سنی را معیار قرار دادن برای تعریف کودک؟ بله خب اسناد بین الملل معتبرترین سندی که خب ما فعلا در مورد در حوزه حقوق کودک داریم کنوانسیون حقوق کودک هست که تصویب شده 1989 هست و این آخرین و جدیدترین قانون هست که در اون اومده سن یعنی مرز بین کودکی و بزرگسالی را 18 سال قرار دادم و هیچ تفاوت بین دختر و بچه قرار نداده. این نگفته که خب دختر چه سنی داره و بچه خب چه سنی داره. این هم یک سن 18 سال رو قرار دادم معیار و یعنی پایان سن کودکی را 18 سال قرار دادم. ولیکن نسبت به آغاز سنش خب سکوت کرده. این خب ما گفتیم که در سن در اسلام و در قوانین داخلی خب چون قوانین داخلی افغانستان بر اساس قانون در مستندات و فقه اسلام هست آغاز کودکی را از بعد به تولد حتی گفته یعنی تا زمانی که جنین در رحم مادر وجود داره از اون زمان کودک شمرده میشه تا سن 16 سال برای دختر و 18 سال برای بچه و حتی در قانون احوال شخصی هم همینطوره. در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم طفل از زمانی که در رحم مادر هست تا 16 سال برای دختر و تا 18 سال برای بچه. ولیکن در اسناد بین الملل یعنی در کنوانسیون حقوق کودک شروع کودکی ذکر نشده. یعنی نگفته که شروع کودکی دقیقا از زمان تولد طفل هست یا قبل از تولد طفل. ولیکن پایان را همون سن 18 سال قرار دادن. ولی خب این که چرا اسناد بین الملل نسبت به شروع سن کودکی سکوت کرده شاید یکی از دلایلش این باشه که خب این شروع سن کودکی در بین کشورهای مختلف حالا بر اساس فرهنگشون یا دینشون یا اعتقاداتشون این شروعش متفاوت هست. ما به طور مثال همونطور که گفتیم در اسلام قائل هستیم که حتی طفل قبل از اینکه متولد بشه یعنی در زمانی که در رحم مادر هسته هم کودک محسوب میشه و داره یک سری حقوق هست. یک سری حقوق هست. صرفا فقط از زمان تولد نیست و حتی در برخی کشورهای اروپایی هم همینطور بود. در زمانی که کنوانسیون نوشته میشد در اون زمان یک اختلاف نظری بین کشورهای
فنلاند و اسخای میکنم ایرلند و واتیکان و آمریکای شمالی بر سر همین سن شروع سن آغاز کودکی اختلاف نظر وجود داشت که در همون اولین کنوانسیونی که نوشته شد خود در سال 1959 بود که اونجا تقریبا میشه گفت که به همین موضوع اشاره داشت، یعنی اشاره داشت که خب سن کودک برمیگرده به همون زمان که طفل در یعنی جنین در رحم مادر هست، یعنی دقیقا همون نظریاتی که اسلام داره، چرا که اونها هم خب بر اساس همون اعتقادات مذهب خودشون، یعنی بر اساس اعتقادات مسیحی اومده بودن این را تنظیم و تصویب کرده بودن. اما وقتی که در کنوانسیون 1989 اومدن این را دوباره به شور و بررسی گذاشتن، خب کشوری مثل لهستان اومد این در این قضیه خب دخالت کرد و مخالفت کرد و گفت که خب باید که سن کودکی آغازش از زمان همون تولد کودک باشه و به همون سکوت قانون هم تقریبا میشه گفت خب همین معنی رو میرسونه، یعنی سکوت کنوانسیون حقوق کودک میگه که خب از زمانی لحظه تولد از لحظه تولد رو معیار قرار دادن. و یکی از دلایل دیگری که خب اینها داشتن همین بحث قانون بودن سخت جنین رو، خب اینها میخواستن در اون زمان خب کنترل زاد و ولد رو خب به یک شکلی میخواستن کنترل کنن و یکی از اهدافشون شاید همین بوده که بدون اینکه بخواین به مسائل یعنی به حق حقوق زنان توجه کنن یا مسائل روانی رو در نظر بگیرن، همین بحث مجاز شمردن سخت جنین رو در اون زمان خب این کشور لهستان مطرح کرد و تصویر هم شد و الان که خب میبینیم که عملا طبق کنوانسیون حقوق کودک سن کودکی از زمانی محسوب میشه که کودک به دنیا میاد، یعنی متولد میشه. خب خانم عالمی اگر اجازه بدین دوباره برگردیم به بحث خودمان، حق تربیتی کودکان. گفتیم که اهمیت موضوع در چی هست، برای من بیننده، من پدر و مادر چه اهمیتی داره که بدانم سن کودک چه سنی رو قانون به عنوان کودک قرار داده، معیار قرار داده تا یک فرد کودک بشناسه یا نشناسه. از نظر ضمانت اجرا فکر میکنم تفاوت‌هایی داره و مسئولیت جزایی. میخوام تفاوتش را بدانم که اگر که کودک ما حالا همون رقم که شما گفتین به سه دسته تقسیم میشه در قوانین داخلی کشور ما، کودک ممیز، غیر ممیز و همچنین نوجوان، حالا که من شناختم و فهمیدم که کودک ما از چه سنی طفل غیر ممیز است، از چه سنی ممیز و از چه سنی هم نوجوان، چه اهمیتی داره این موضوع و آیا مسئولیت جزایی این افراد در برابر قانون باز متفاوت است یا خیر؟ قطعا همینطور هست. یعنی اصلا هدف قانونگذار از این که بخواد سن برای کودک سن را تعیین کنه و مخصوصا در دین مبین اسلام که برای ما بسیار اهمیت داره که خب کودک وقتی که میایه اینها را تقسیم بندی میکنه به ممیز و غیر ممیز و یا خب در یک دوره نوجوانی هم برایش قرار میده، دقیقا برمیگرده به همین مسئولیت جزایی یا مدنی که ممکن است برای متوجه اونها بشه. به طور مثال خب ممکن است یک کودک در سن 7 سالگی که سن غیر ممیزی را گذرانده و به سن ممیزی رسته، خب اگر ممکن هست در یک مسئله خب یا کیفری یا در یک مباحث مدنی اینها متوجه یک مسئولیتی باشه، قطعا او بار مسئولیت ای کودک ممیز با یک کودک غیر ممیزی که 1 ساله هست یا 2 ساله هست خب جزء کودکان غیر ممیز میشه، اگر همون مسئولیت اگر همون خب شرایط یکسان برای اینها پیش بیاد ممکن است یک شرط یکسان برای 2 تا کودک پیش بیاید، قطعا مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی اینها متفاوت هست. خب اینها مباحث بسیار طولانی و جزئی داره که انشالله اگر ما در جای خودش برسیم انشالله اینها رو بحث میکنیم، ولی خب این رو بدونیم که در بحث قوانین ما تمامی مردم موظف هستن که از قوانین اطلاع داشته باشن. همین دانستن و آگاهی افراد نسبت به سن کودکانشون، اینکه کودک از نظر قانون مرز بین کودکی و بزرگسالی چی هست و اینها همه برای ما واقعا ضروری هست، چرا که اگر یک جایی مسئولیتی پیش بیایه، اگر مشکلی پیش بیایه، قانون دیگه به شما نمیگه که خب شما، ما بگیم که خب ما نمیدونستیم، فکر میکردیم این طفل است یا ممیز است یا غیر ممیز،
دیگه که ماده قانونی هم داره بخوام اصلی که بی خبری از قانون. دقیقاً همین که میگن که اگر یک اصل قانونی هست که میگه که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اینه اگر شما نسبت به قانون جهل داشته باشین و اظهار کنین که خب من از این قانون اطلاع نداشتم، من نمیدونستم، این مسئولیت دقیقاً به مسئولیت ما رو نمیتونه ما رو رافع مسئولیت کنه، نمیتونه ما از اون مسئولیت خودمون سرباز بزنیم. همونطوره که در مباحث اعتقادی و دینی ما هم همینطور هسته. شما اگر یک روزی خب در پیشگاه خداوند متعال قرار بگیرید و خدا بگه خب چرا از این پیامبر ما اطاعت نکردیم، ما بگیم خب ما نمیدونستیم این پیامبر خدا بوده. اینها چون حتی در مباحث دینی هم همینطور گفته شده که افراد باید که تا جایی که برایشان مقدور هستن نسبت به دستورات و اون احکام الهی باید آگاهی داشته باشن و عدم آگاهی دقیقا. افراد نسبت به این احکام و دستورات به هیچ عنوان نمیتونه توجیه بشه برای اینکه از بار مسئولیت و تکلیف شانه خالی کنن. بله. و واقعا این برمیگرده که اینکه ما محض همین الان از بینندگان محترم واقعا تقاضامند هستم که نسبت به هر چی که مربوط به کودکانشون میشه، به نوزاد، به اطفالشون میشه، مخصوصا حقوقشان، حتما آگاهی پیدا کنم. چرا که نه صرفا حالا بگیم که در مقابل حالا ممکن است مسئولیت کیفری یا مدنی ها یک زمانی دچارشون بشن، حتی همین که ما در مقابل فرزندان خودمون گفتیم که فرزندان ما در برای ما مثل یک هدیه هست از سمت خداوند متعال و اون واقعا امانت هستن. و اگر ما هر چقدر نسبت به حقوق اونها، مخصوصا حقوق تربیتی اونها که وظیفه و تکلیف هر والدین هست، اگر آگاه باشیم قطعا هم میتونیم وظیفه خودمان را به نحو احسن انجام بدهیم و هم فرزندانی را در به جامعه تحویل بدیم که در آینده اینها افرادی بشن که هم مفید میباشن و هم ما یک زمانی نمیتونیم بگیم که خب ای کاش که ما میدونستم که چه حقی از فرزند ما به گردن ما بود، من نسبت به فرزند خودم چه تکلیفی می‌داشتم، و اونجاست که واقعا پشیمونی سودی نداره. بله، ممنون، سپاسگزارم از شما خانم عالمی بزرگوار و از همراهی شما بینندگان ارجمند. امروز در برنامه کودک را تعریف کردیم طبق اسناد بین‌المللی داخلی و قوانین اسلامی، و در هفته‌های آینده انشالله ضمن اینکه امروز هم در برنامه اشاره‌هایی شد راجع به حقوق تربیتی کودک در خانواده بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس ما را در پنجشنبه‌ها فراموش نکنید در برنامه روشنا، و روز خوبی داشته باشین. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو دارم و خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.